با نام یاد خدا، درود و وقت شما بخیر. در این برنامه زبنا با من سمیع الله نوری خوش آمدید. در این برنامه بیشتر میپردازیم به رویدادهای اقتصادی یک هفته گذشته در کشور. $1 آمریکایی در بازارهای کشور به 80 افغانی رسیده است. شورای صرافان میگویند که اگر بانک مرکزی در این مورد اقدام جدی نکند، کشور با یک بحران بزرگ مالی روبرو خواهد شد. آگاهان اقتصادی مسئولان بانک مرکزی را به بی‌کفایتی متهم می‌کنند. بانک مرکزی حاضر نشد تا در این مورد چیزی بگوید. در سرای شاهزاده شهر کابل $1 آمریکایی به 80 افغانی رسیده است. صرافان ریشه این نرخ را در بانک مرکزی می دانند. آنان می گویند که بانک مرکزی نمی تواند وضعیت را مدیریت کند. آنان هشدار می دهند که اگر وضعیت این گونه باشد، بحران مالی خلق خواهد شد. اصلی عوامل د افغانیو د خرابیدلو د افغانستان بانک رئیس غیر قانونی سرپرست اجمل احمدی ده. دوم عوامل د ورستی جنگونه او سیاسی وضعیت ده. دریم عوامل دا ده چې افغانستان بانک $50 میلیون اعلاني قیدی که معامله وشوه، خو ډیر خرڅی کول شو، لک خرڅی. آگاهان اقتصادی میگویند که بانک مرکزی توانایی کنترل بازار را ندارد و این وضعیت تاثیرات ناگوار گذاشته است. استراتژی های متغیر و متداوم از جانب مسئولین اعمال شود تا بیشتر از این نرخ افغانی که در مقابل سایر اسعار خارجی کاهش پیدا نکند. عدم حضور نیروهای بین‌المللی که بود اقتصادی بیشتری نداشته و خروجشان به یکبارگی روی تمام فعالیت‌های اقتصادی و بخصوص روی فعالیت‌های اقتصادی خرد، متوسط و بزرگ تاثیرات مطلق خود را داشته. خواستیم تا دیدگاه مسئولان بانک مرکزی را نیز در این مورد داشته باشیم، اما کسی از این بانک حاضر به پاسخگویی نشد. صندوق توسعه کشاورزی میگوید که در 5 سال آینده بیش از 22 میلیارد افغانی برای رشد کشاورزی در سراسر افغانستان قرضه میدهند. مسئولان در این صندوق می‌افزایند که این پول در بخش معیاری سازی و صنعتی سازی کشاورزی بسیار مؤثر تمام می شود. این صندوق اعلام می کند که برای تمام افرادی که از کشورهای خارجی به افغانستان برگشته‌اند نیز در صورت کار کشاورزی قرضه می دهند. تفاهمنامه میان صندوق توسعه کشاورزی و وزارت مهاجران امضا شد. بر بنیاد این تفاهمنامه برای برگشت کنندگانی که در بخش‌های کشاورزی کار کرده و تجربه دارند 2.2 میلیارد افغانی قرضه داده می شود. مسئولان در این صندوق می افزایند که در 5 سال آینده برای رشد کشاورزی در افغانستان 22.4 میلیارد افغانی به کشاورزان قرضه می دهند. دا 2 میلیارد افغانۍ پراتلون کې 5 کلونو کې توزیع کو، نو لازم لیدل کېږي چې موږ د دهقانانو، کروندګرو او د پروسس کوونکو تجارانو گروپونه جوړ کو، انجمنونه جوړ کو. وزارت مهاجران میگوید که برای گرفتن این قرضه برگشت کنندگانی را معرفی میکنند که در بخش کشاورزی تجربه دارند و علاقمند کار در افغانستان هستند. افغانستان یو کرنیز هیواد دی. کرنیز تشبس، کرنیز کاروبار، تشویق و حمایه دا یو اساس دی چې د افغانستان اسلامي جمهوری دولت ملاتړ کوي، حمایه کوي. مسئولان در وزارت زراعت میگویند که در یک دهه گذشته بیش از 13 میلیارد افغانی به کشاورزان قرضه داده شده که باعث افزایش 21% محصولات شده است. بیشتر از 9000 دهقان از این قرضه به طور مستقیم مستفید میشن. آگاهان اقتصادی هم به این باورند که صندوق توسعه کشاورزی باید به کارخانه های نیز قرضه بدهد که در معیاری سازی و پروسس محصولات کشاورزی کار میکنند. مسئولان شماری از کارخانه‌های ذوب آهن میگویند که روزانه هزاران تن محصولات بدون گمرک وارد کشور میشود که در خود افغانستان هم تولید میشود. آنان میگویند که چند بار خواستند برای حل این مشکل با مسئولان وزارت مالیه دیدار کنند، اما مسئولان حاضر نشدند در این مورد با آنان صحبت کنند. وزارت تجارت میگوید که برای حمایت از کارخانه‌های ذوب آهن بالای یک پالیسی جدید کار میکنند. مسئولان کارخانه‌های ذوب آهن در اینجا گرد آمدند تا مشکلاتشان را با رسانه‌ها شریک سازند. به گفته آنان مشکلات بین وزارت مالیه و سکتور خصوصی در حال افزایش است که باید به آن توجه شود. این کارخانه‌داران میگویند که در بخش ذوب آهن 500 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است و 12000 تن نیز مصروف کار هستند، اما روزانه به گونه غیر قانونی و بدون گمرک هزاران تن مواد وارد کشور می شود که در خود افغانستان تولید می شود. آنان همچنان باجگیری، فساد، نبود برق، کمبود زمین و عملی شدن قوانین کاپی خارج را از جمله دیگر مشکلاتشان عنوان می کنند. باید جلوی از این به هر طریق ممکن گرفته شود. اگر گرفته نشود ما فکر می کنیم که از یک طرف که این مردم بیکار میشه، 500 میلیون دلار سرمایه گذاری و خاک اکسان میشه. با این حال وزارت صنعت و تجارت میگوید که برای حمایت از کارخانه‌های ذوب آهن روی پالیسی جدید کار میکنند که به اساس آن به واردات کالاهای انسان طرفه از 16% به 30% افزایش مییابد. برای حمایت از سکتور ذوب آهن در فابریک‌های تولیدی در شرکای صنعتی افغانستان یک پالیسی مشخص آماده شده که خوشبختانه مورد تایید شورای عالی اقتصادی کشور نیز قرار گرفت و بر اساس این پالیسی تعرفه واردات آهن‌آلات از 16 به 30% افزایش. آگاهان هم میگویند که وزارت تجارت و مالیه و در کل تمام حکومت باید از تولیدات داخلی حمایت کنند. یو تګلاره باید جوړ کړي او که تګلاره وي هغه باید تعقیب کړي ترڅو چې دا تولیدي چانس لا لاس ور نکړو او شرایط ډیر حساس روان دي. فکر کوم که په دې اساسو شرایطو کې د مالیه وزارت چارواکي او وزیر له داسې مواردو نه سرغړونه کوي. کارخانه‌داران میگویند که بارها خواستند تا برای حل مشکل با مسئولان وزارت مالیه دیدار کنند، اما مسئولان از دیدار با آنان ابعا ورزیده است. وزارت مالیه حاضر نشد تا در این مورد صحبت کند. وزارت مالیه در نیمه نخست سال مالی 23 میلیارد افغانی از هدف تعیین شده برای جمع آوری مالیات عقب مانده است. به اساس معلومات قرار بود این وزارت در 6 ماه نخست سال مالی 101 میلیارد افغانی عواید جمع آوری کند. آگاهان وزارت مالیه را در این بخش با کمکاری متهم می‌کنند. وزارت مالیه در نیمه نخست سال مالی 78 میلیارد افغانی عواید جمع آوری کرده است که 23 میلیارد کاهش نسبت به هدف تعیین شده را نشان می دهد. مسئولان در وزارت مالیه می گویند گسترش ناامنی، فساد در نهادهای عایداتی و کاهش سرمایه گذاری دلیل اصلی کاهش عواید است. وزارت مالیه امیدوار است که بتوانند در نیمه دوم سال مالی به هدف تعیین شده برسند. 1 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی و چې د مالیې وزارت تر یادې نیټې پورې شاوخوا 78 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي چې د ټاکل شوي هدف په پرتله 23 میلیارد افغانۍ کموالی او د تېر کال په پرتله 1.9 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي. آگاهان اقتصادی میگویند که وزارت مالیه در جمع آوری مالیات کمکاری کرده است. ناامنی، دویم اداری او مالی فساد او دریم موضوع سلیقوي برخوردونه چې اقتصادي سکتور په سیاسي سکتور باندې بدل کو. زه فکر کوم چې دا هغه اساسي فکتورونه دي. به باور آگاهان بی‌نظمی در وزارت مالیه و نبود هماهنگی میان نهادهای این وزارت باعث شده است تا مالیات به گونه درست جمع آوری نشود. صادرات افغانستان امسال به بیش از 1 میلیارد دلار میرسد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید در سال روان مالی حدود 450 دلار آمریکایی به بیرون از کشور صادرات صورت گرفته و انتظار میرود این آمار بیشتر شود. مسئولان در این اداره همچنان فعالیت‌های دهلیز هوایی در بخش تقویت صادرات را مهم می‌دانند. مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگویند در نیمه نخست سال روان خورشیدی به اندازه 300,000 تن اموال تجارتی همچون قالین، سنگ‌های قیمتی، گیاهی طبی، میوه خشک و تازه به بیرون از کشور صادر شده است. به گفته مسئولان ارزش این کالاهای بازرگانی به 450 میلیون دلار آمریکایی میرسد. بر اساس آمار این نهاد تا آخر سال روان مالی ارزش صادرات افغانستان به بیش از 1.5 میلیارد دلار خواهد رسید. یعنی زمینی و هوایی تقریبا تا ربع اول ربع دوم امسال ما تقریبا حدود 450 میلیون دلار صادرات داریم و پیش بینی ما تا ختم سال ان شاء الله تا 1 میلیارد دلار امسال پس می‌خوایم که صادرات ما تا ختم سال 1 میلیارد دلار الی 1.2 میلیارد دلار تارگت ماست که باید ما صادرات بر اثر ما. شمار از نهادهایی که در بخش تقویت صادرات افغانستان با وزارت تجارت و دیگر نهادهای سکتوری کار می‌کند میگوید که پاکستان هنوز هم در بخش‌های مختلف در برابر بازرگانان افغان موانع ایجاد می‌کند. بندرونه مخصوصا سپین بولدک او نور هغه سرحدي نقطې چې افغانستان دغه لار نه صادرات کوي د کله ناکله بندۍ یا الته ځن رامنځته کوي ترڅو د افغانستان صادرات وځنډېږي او ځن ډېر تاوان رسي تاجرو ته ځکه هغه د تازه میوې دي چې ساتنه یې مشکله ده او که وځنډېږي په سرحدونو کې نو د له منځه ځي. بر اساس آمار رسمی سال گذشته از افغانستان به ارزش 750 میلیون دلار آمریکایی صادرات صورت گرفته بود، اما آگاهان اقتصادی میگویند که وزارت‌های سکتوری به ویژه وزارت تجارت توان تقویت صادرات افغانستان را ندارد. بانک جهانی 132 میلیون دلار کمک بدون باز پرداخت به افغانستان میکند. مسئولان میگویند که این پول روی دوام اصلاحات زیربنایی، مؤثرسازی هزینه‌های دولتی، شفافیت مالی، تقویت حکومتداری و برای توسعه اقتصادی هزینه خواهد شد. اعضای بخش سرمایه‌گذاری خصوصی این کمک را مؤثر می‌خوانند و میگویند که ظرفیت زیربناهای مالی حکومت قوی نیست. کمک تازه بانک جهانی در چارچوب برنامه تشویقی پالیسی انکشافی 2021 روی اولویت‌های توسعه دولت افغانستان هزینه می‌شود، اما بخش سرمایه‌گذاری خصوصی می‌گوید که به دلیل موجودیت فساد و مدیریت ضعیف در حکومت و وزارت مالیه برای توسعه اقتصادی و بخش سرمایه‌گذاری خصوصی هیچ گامی برداشته نشده است. سکتور خصوصی در حال حاضر به بدترین شرایط به سر می‌برد و در گذشته‌ها هم قرار شد که به خاطر کرونا و وضعیت کشور سکتور خصوصی حمایت شود. سکتور سره عملی کوادی چی عملی اجرا چی دا خلک یو څه اعتبار په منځ ته راشي نور چې هغه تجارت او ټول تجاران د وطن نور مخ په فلار دي. آگاهان اقتصادی هم نگران هستند که کمک تازه بانک جهانی به دلیل نبود مدیریت درست در وزارت مالیه شاید در بخش‌های استفاده نشود که کمک رسان برای انکشاف اقتصادی کشور هستند. سکتور صنعت ما، سکتورهای مختلف ما، سکتور زراعت ما فعلا به طرف رکود مواجه است که خود نشانده هزی است که ما نمیتونیم پول و کمک‌ها را به شکل درست منظم مدیریت کنیم. وزارت مالیه در این باره چیزی نمیگوید. بانک جهانی تا اکنون صدها میلیون دلار برای توسعه اقتصادی افغانستان کمک کرده است. شرکت برق افغانستان میگوید که در سال جاری 10 پایه برق انفجار داده شده که این شرکت را میلیون ها دلار زیانمند کرده است. اعضای بخش سرمایه‌گذاری خصوصی میگویند که نبود برق در کارخانه ها سبب شده که روزانه 1.5 میلیون دلار به سرمایه گذاران زیان برسد. از دو روز بدین سو برق در کابل و چندین ولایت دیگر قطع شده است. مسئولان شرکت برق افغانستان میگویند که به دلیل بازسازی پایه‌های تخریب شده برق در سالنگ، برق قطع شده و به زودی وصل خواهد شد. این شرکت میگوید که در سال جاری دهها پایه برق انفجار داده شدند که از این رهگذر میلیون‌ها دلار به شرکت برق زیان رسیده است. په تیرو شپږو میاشتو کې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د روښنایي د دښمنانو لخوا د وارداتي برېښنا دېرش ستنې په بمونو نړېدلي چې شاوخوا 952,500 امریکایي ډالره لګښت راغلی دی. اتاق صنایع و معادن میگوید که به دلیل نبود برق در کارخانه ها و بخش های صنعتی روزانه 1.5 میلیون دلار به سرمایه گذاران بخش خصوصی آسیب میرسد. در هر باره که پایه ها منهدم شده، خصوصا پارک های صنعتی کابل، روزانه 1.5 میلیون دلار صنعتکارای ما خساره دیده. هر چی که خود برشنا خساره دیده. مردم دو روز می شود که با بی‌برقی روبرو هستند و شرکت برق افغانستان را به انتقاد گرفتند. در این میان آگاهان اقتصادی میگویند که اگر شرکت برق توزیع برق را معیاری و منظم نسازد، بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور با چالش‌های جدید روبرو خواهد شد. کار ساخت بند شاه عروس در ولسوالی شکردره کابل تکمیل شده و در آینده نزدیک به بهره برداری سپرده می شود. اداره تنظیم امور آب می گوید که نزدیک به 53 میلیون دلار روی این بند هزینه شده که در کنار فراهم آوری آب آشامیدنی برای کابل 2,500 هکتار زمین را آبیاری می کند. تکمیل کار یک بند کلان دیگر، بند شاورز در ولسوالی شکردره موقعیت دارد. بند که روند آبگیری در آن آغاز شده و قرار است در آینده نزدیک به بهره برداری سپرده شود. این بند 3.9 میلیون متر مکعب آب را ذخیره می کند و ظرفیت تولیدی 1.5 میگاوات برق را دارد. اداره تنظیم امور آب می گوید که این بند 2500 هکتار زمین را آبیاری خواهد کرد. دغه بند د برېښنا د تولید، د ځمکو خړوبولو، د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو پیاوړتیا او هیوادوالو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړ شوی چې یو له خورا ګټورو پروژو څخه ده. فدراسیون اتاقهای سرمایه گذاری خصوصی میگوید که ساخت این بندها میتواند در توسعه اقتصادی نقش کلیدی داشته باشد. بندها و مدیریت آبهای افغانستان بسیار مهم است به اقتصاد مردم افغانستان به زراحت. البته در 15 سال گذشته در این راستای بنیادی توجه جدی صورت نگرفت. کار ساخت بند شاه عروس در سال 1391 خورشیدی آغاز شد که با گذشت حدود یک دهه کار آن تکمیل و آماده بهره برداری شده است. در 3 ماه گذشته بیش از 6,000 خانواده از ولسوالی های هرات بیجا شدند. ناامنی ها، خشکسالی و فقر اقتصادی از مهمترین عوامل بیجا شدن این خانواده ها می باشد. در حال حاضر این خانواده ها در نواحی مختلف شهر هرات در وضعیت بد قرار دارند. اداره امور مهاجران و عودت کنندگان هرات میگوید تنها به بیش از 200 خانواده تا حال کمک های اولیه صورت گرفته است. اما میزان مراجعه مردم به این اداره به خاطر کمک هر روز بیشتر می شود. در 3 ماه نخست امسال نبردها در هرات بی پیشینه بوده است. حملات طالبان حتی تا ولسوالی‌های نزدیک به شهر هرات هم رسید. نبردهایی که بیشتر مردم ملکی را زیانمند ساخته است. در 3 ماه نخست امسال 6368 خانواده از 8 ولسوالی هرات بیجا شدند. تنها از بین این 6000 و چندصد فامیل 228 فامیل با آماری که به ما رسیده 228 فامیل شامل کمک شدند و امروز مردم دروازه ریاست مهاجرین میگیرن و واقعا اونا مستحق کمک است. آوارگان جنگ بیشتر به نواحی مختلف شهر هرات جابجا شدند. همانند نسرین که 1 ماه می شود به دلیل جنگ ها از ولسوالی شندند هرات آواره شده است. او با 5 کودک سر و نیم سرش اینجا زندگی می کند که حتی امکانات اولیه زندگی را هم ندارد. 5 تا دختر نشیم موش پیرمرد شیندن درگیری میکنه. پیرم ما روز 15 روز به پیرمرد بکشتم بخونم ملی تیرش چه برا غیبستان خود ما چیزی ندارم بخونم در بدر میگرده استرام عده که کسی. در کنار نسرین 5 خانواده دیگر در این خانه با او زندگی میکنند، جایی که تنها برای این خانواده ها یک سرپناه شده است، اما نان برای خوردن ندارند و امکانات اولیه زندگی برایشان فراهم نیست. راکت بفتاد به خونه و بچگی کشتش و خونه ما همه در گرفت. دیگه نمیتونه لالون و سرگردون در بدن بیاماده اینجا ما شوهر میپرته کار برفته بشیندن به درگیری. یک بچی دارم، بچه من 15 سالیه. من نمی چی کچلو چیزی میفروشه. من مادر دخترم. بیشتر خانواده ها از ولسوالی های شیندند هرات بیجا شدند، اما ولسوالی های غوریان، فارسی، پشتون زرغون و گلران نیز اخیراً گواه درگیری های شدید بوده و خیلی از خانواده ها به شهر آواره شدند. خیلی وضعیت اینا خرابه چون که چیز ندارم، اینا ماجر شدم، چیزی که داشتم دکانی که داشتم اینجا برای زندگی کردن بز اینا میسروید، حالا اینجا برای خوردن خورد پاشی هیچی فعلا ندارم. ناامنی حلقوم مردم فشار میده، تنگناهای اقتصادی هست، متاسفانه تهدیدات دیگه متوجه مردم هست. شهر هرات همواره بستر مناسب برای بیجا شدگان داخلی بوده است. از شروع سال جاری که دامنه جنگ به ولسوالی های هرات کشانده شده است، هر روز این ولسوالی ها خالی می شوند و مردم به شهر می آیند. این بود رویدادهای اقتصادی یک هفته گذشته که حضورتان تقدیم شد. تا برنامه بعد خدا نگهدار.